خب دوستان خوبم سلام من شعاب صادقی هستم معلم گیتار شما خیلی خوشحالم که کلاسای گیتار رو با شما برگزار میکنم و از پیشرفت شما بسیار به خودم افتخار میکنم ممنونم از اینکه این, این همین کامنت های خوب بر من میذارین و خیلی خوشحالم که میبینم شما خیلی پیشرفت داشتین خیلیاتون ازان کردین که رفتین اصلا گیتار خریدین برای این کلاس و این برای من باعث خوشحالیه که توی این, این کرونایی از پارسال که من استارت این ویدیوها رو زدم انقدر سمر بخش بوده خب بچه ها امروز در ادامه کلاس گیتار در مبحث نوتخانی میخوایم کار رو پیش ببریم ما تا به الان چی آموختیم من و شما الان بلدیم که سفرت اول گیتار تمام نوت رو روش بلدیم که چه صدایی میدن و این صداها چه اسمی دارن و تو سیم یک دو سه در سفرت اول تونستیم که در واقع یاد بگیریم که این نوت هایی که اسمشون رو می دونیم چجوری می و یا برعکس اون نوت ها رو بخونیم چجوری بزنیمشون فقط به اسم الان به طور مثال میدونیم که این صدا که سیم شماره 3 اوپن هست صدای سل هست و توی نوت نویسی هرگاه رو خط دوم حامل یه گردالو بذاریم نمایانگر همین صدای سل اوپن سیم سه هست تا اینجا کار رو بردیم حالا چیا رو بلد نشدیم هنوز یکی این که آقا خب بقیه نوتا چی؟ مثلا فریت هفته سیم سه چجوری نمایشش میدن روی دفتر که بعدا خواهم گفت و همچنین سیم 56 کجا رفت اینا رو هم امروز خواهم گفت خب ابتدا به این 56 برسیم ما تا آخرین چیزی که با هم دیگه کار کردیم یعنی اولین چیزی که با هم از پایین کار کردیم این بود که اگر زیر خط حامل اول یک نوت بذارم یعنی یک نمایشگر یا یک چیز گرد هر چیزی که بیانگر نمایشگری این نوت باشه بذارم بیانگر نوت ر اوپن سیم 4 هست قبوله حالا میرم سیم بالاییش که نوت دو رو میخواییم با هم دیگه ببینیم نوت دو از سیم پنج فرت سه رو چه جوری نمایش میدن روی دسته گیتار قبل اگر که شما این پنج تا خط حامل که تمام شد من همه زیرشون روشون زیرشون روشون بینشون همه رو نوتاش رو چیدم پس بقیه نوتا کجا قرار میگیرن پنج نوت خط حامل رو من پر کردم و اسم ها تموم شده میان یه سری خط کوچولو بالا و پایین به عنوان خطوط کمکی میذارن اگه تو نوت ببینید و من هم براتون عکسشو براتون میذارم یه خط کوچولو زیر خط اول میکشن و یه نوت روش میذارن که بهش میگن دو و دو سیم پنج فرت سه قبوله از این خط کوچولی که گذاشتیم به جای که روش یه نوت بذاریم بیایم زیرش یه نوت بذاریم میشه نوت سی و سی سیم پنج فرت دو حالا بیایم دو تا خط کوچولو کمکی بذاریم و روی اون پایین پایینیه زیر از پایین دوم یعنی پایین پایینی ترین یه نوت بذارم میشه نوت لا از سیم پنج اوپن قبوله و حالا اگر که زیر اون دو تا خط کوچولوی کمکی یه نوت زیرشون بذارم میشه سل از سیم 6 فرت 3 و اگه سه تا خط کوچولو بذارم و زیر پایین پایینیه یعنی و روش روی خط پایینیه یه یعنی بذارم میشه فا از سیم شیش فرت یکم و اگر زیر همه اینا زیر سه تا دونه خط کوچولو یه نوت بذارم بهش میگن می اوپن سیم 6 و تموم شد ما الان بم ترین نوت گیتار رو فهمیدیم که اسم گذاریش به چه شکله سه تا خط کوچولو زیرش میذارم یه نوت هم زیرش میذارم که میشه می اوپن سیم 6 من تا اینجا کار با سه تا خط کوچولو و یه سری خط اصلی حامل توانستم از می اوپن سیم 6 تا سل سیم یک که روی بالاترین خط حامل پنجمین خط حامل بالاش یه نوت بزنم همه رو همه ی نوت ها رو یاد گرفتم و حتی نمایشش روی خطوط حامل یا دفتر کتاب های نوت رو هم آموزش دیدم و فرا گرفتم خب خب حالا میریم در ادامه بهتون میخوام در ادامه از سیم یک برم جلو و بهتون بگم حالا باید چجوری اسم گذاری کرد ما آخرین چیزی که تو سیم یک یاد گرفتیم اون خطوط حامل آخرین خط بالا بالایی پنجمیه اگه بالاش یه نوت بذارم بهش میگیم سل حالا میخوام نوت لا بچه ها ببینیم من یه بار دیگه براتون توضیح میدم ما داریم در ابتدای امر فقط نوت های اصلی دوره میفاسولاسی رو تو خطوط حامل بهتون نمایش میدم بعد تو سی ثانیه بهتون میگم این دیزاش کجا قرار میگیره درست شد یعنی من به شما تالا دو رمی فا سل و الان میخوام لا رو بگم در سیم یک چگونه نمایش میدیم اگه بالای این پنج تا خط حامل یه خط کوچولو بذاریم و روش یه نوت بذاریم بهش میگن لا از سیم یک پس یه روزی یه نوتی دانلود کردیم اینجوری دیدیم که 5 تا خط حامل بود یه خط کوچولو هم بالاش گذاشته بود و روش یه نوتی گذاشته بود و ما نمیدونستیم اسمش چیه الان دیگه میدونیم اسمش لاه ولی کدوم لا الان به شما گفتم که اون منظور لاه سیم شماره یک فرت پنجمه دبون نوت بعدی ما سی هست از سیم یک فرت هفتم اگر که من یه بالای این خط کوچولویی که در بالای خطوط حامل گذاشتم این نوت رو بزنم بهش میگن سی و نوت بعدی من دو هست حالا اگر که دو تا خط کوچولو بذارم و روش یه نوت بذارم بهش میگن دو و نوت بعدی من ره هست و اگر بالای خط دوم به همین ترتیب هی بین خطوط روی خطوط بین خطوط روی خطوط بین خطوط روی خطوط, خطوط, روی خطوط من خط کوچولو اضافه کنم و هی نوت بچینم میتونم از سل سیم شماره یک تا انتهای سیم شماره یک رو نمایشش رو روی رو دفتر نوت یاد بگیرم پس شما تا الان چی یاد گرفتید؟ کل سفرت اول گیتار همه نوت ها رو یاد گرفتید و همچنین تمامی نوت ها رو رو سیم یک یاد گرفتید که هم اسمشون چیه و هم نمایششون روی دفتر نوت چیه حالا سیم دو سه چار پنشیش بقیه فرت ها چیه در ادامه کلاس ها بهتون خواهم آموخت اینم از این چون بچه ها الان شما شاید بپرسید آقا شما ده تا خط کوچولو مثلا سه تا خط کوچولو این زیر گذاشتی خطوط کمکی زیرش و روش و زیرش و روش و زیرش و روش که اسم نوت گذاشتی و اسمشو به ما گفتی که سیمای بممون میشد خطوط حامل هم که پر کردی سفرت اول میشد بالای خطوط حاملم که خط کوچولو اضافه کردی و زیرش و روش و زیرش و روش هم پر کردی که شد سیم شماره یک خب بقیه سیما پس فرتاش کجا قرار, ب... قرار, بگیرن شما که همه همه رو پر کردی که درست میگین این موضوع که دیگه از این بعد مثلا سیم شماره یه چه میدونم دو فرت هفت چجوری نمایشش میدن در نتخونی یک موضوع تجربی با همینایی که به شما گفتم یه ذره عوض بدل میشه مثلا ما تا دیروز یعنی تا یه دقیقه پیش فکر میکردیم که اگر خط سوم حامل وسطشو اه اه نوت بذارم بهش میگن نوت سی سیم شماره دو اوپن ولی بعدها خواهیم آموخ که همین قیافه برای سیم شماره سفرت چار که نوت سی هستم استفاده میشه چجوری به مرور خواهم گفت پس الان بهش بچه ها اشاره نمی کنم که شما قاطی نکنین فقط بهتون میگم که در ادامه به تجربه هم خودتون میتوانید بزنید این موضوع رو هم من به شما آموزش میدم الان فقط من و شما سفرت اول گیتار به علاوه سیمی یک رو حفظ شدیم قبوله حالا میرونیم سراغ دیزها من به شما همه نوت های اصلی رو آموزش دادم پس دیز رو چه جوری نمایش بدم کاری نداره مثلا میخوایم با هم دیگه الان نوت دو از سیم یک رو بلدیم که چه جوری تو خطوط حامل نمایشش میدن چه جوری بین خط سه و چهار اگر که یه گردالو بذارم میشه نوت دو سیم شماره یک فرت یک حالا دو دیز رو چجوری من مخ... تو هم نمایش بدم کافیه که رو همون بین خط سه و چهار که اون گردالو رو گذاشتم یه علامت هشتگ یا همون علامت دیز بهش اضافه کنم یعنی گردالو هشتگ جلوش بذارم این نشون میده که آقا برو دو دیز رو بزن فریت دو رو بزن متفاید شدین؟ پس الان من و شما نه تنها نوت های اصلی رو روی رو دسته گیتار بلدیم که چگونه روی کاغذ نمایش بدیم بلکه نوت های فرعیش که همون دیز هاشون هستن رو هم کامل بلدیم دیگه یاد بگیریم پس من و شما می فا فادیز سل لا لادی سی دو ره ردیز می فا و سل سل دیز لا لادیز و سی دو دو دیز و, و می فا فا دی از سل و در انتها سل دیز لا دی از سی فلان در سیم یک رو هم میدونیم که تو دست گیتار چجوری اسم گذاری شدن و هم میدونیم که چجوری در خطوط حامل بهشون نمایش داده میشه تا اینجا ای کار رو داشته باشیم تا من شما هی مرور کنین چون بعد یه چندین بار ویدیو من رو ببینید که قاطیماتی نکنین و هی به عقب من تون, تون حرف میزنم که شما ویدیوامون در واقع فشرده بشه ولی خب دیگه چون, شب... چون برای شما کار راحته شما ویدیو رو میزنین عقب میزنین جلو میزنین عقب میزنین جلو دیگه اینجوری شما در اگه که همون لحظه که من گفتم سریع یاد گرفتین که خب تو زمان صرفه شده و اگر نه شما میتونید بزنین عقب و دوباره ببینید که چی شده پس من تا اینجا متوقف میکنم کار رو شما دوباره یه مرور بکنی تا در کلاس بعدی ادامه درس رو براتون توضیح بدم برای من کامنت بذارین بچه‌ها سوالاتتون رو مطرح بکنین اگرچه من میبینم که کلی سوال میزنین و همونطور که به سوالات شما پاسخ داریم. میشه تو این ویدیوهای اخیری که براتون میذارم و با کامنت های شما در واقع سوال ویدیوها رو من براتون میسازم خب اگر که ویدیوهای من براتون جذاب ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم فشار بدید که اگر من براتون ویدیو میذارم شما جز اولین افرادی باشید که ویدیوهای من رو میبینید و براتون نوتیفیکیشن میاد همچنین لایک و کامنت انگلیسی یا فینگلیش شما باعث میشه که یوتیوب شما رو اسپم نشناسه و سابسکرایب شما رو در صفحه من نگه داره مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار